عناوین خبرها موشک های سپاه بار دیگر جان انسان های بیگناه را گرفت داستان با فی سپاه سربازان جانی و مفتخور امام زمان دو فرد اروپایی سازمان آشوب و بینظمی را بازداشت کردند توهین مجدد فایزه حاشمی به ائمه شیعیان این بار امام حسین هدف حمله دختر جنجالی رفسنجانی و آیا تکرار مدل کره شمالی برای ایران امکان پذیر است؟ به ایران خوش آمدید. حمله توپخانه سپاه پاسداران ایران به اقلیم کردستان عراق برخی منابع خبری در اقلیم کردستان اعلام کردند که محل مورد هدف ارتفاعات برزین در اطراف منطقه سیدکان از توابع سوران بوده است خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که پایگاه ها و مقرهای مستقر در اقلیم کردستان عراق صبح چهارشنبه 21 اردیبهشت هدف حملات توپخانه قرارگاه حمزه شهده وابسته به نیروی سپاه پاسداران قرار گرفته است ایرنا همچنین تصریح کرد که هنوز هیچ گزارشی از تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده است خبرگزاری سپاه نیوز مدعی شد نیروهای سپاه در شهر مرزی بانه یک تیم مسلح پنج نفره را بازداشت کردند و بر اساس اعترافات اعضای این تیم به مقرها و پایگاهها در اقلیم کردستان حمله شده است برخی منابع خبری در اقلیم کردستان اعلام کردند که محل مورد هدف ارتفاعات برزین در اطراف منطقه سیدکان از توابع سوران بوده است. پیش از این یگان مبارزه با تروریسم کردستان دوشنبه دوم می اعلام کرد شش موشک در نزدیکی رودخانه بادینانی در منطقه نزدیک استان اربیل سقوط کرده است. به گزارش خبرنگار العربیه این موشک ها به پایگاه نفتی در اربیل اصابت کرد اما گزارش هایی در زمینه خسارت های احتمالی این حمله منتشر نشد. پیشتر نیست موشک کاتیوشا در اوایل ماه گذشته منطقه خبات را مورد هدف قرار داده بود. در همین رابطه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان اراق گفته بود ایران تولید نفت و گاز در این واحد خود مختار کشور عراق را به ضرر خود میداند و بنابراین در برابر تولید انرژی در آن ممانعت ایجاد می کند. سپاه پاسداران ایران اوایل ماه مارس گذشته اعلام کرد در انتقام حمله هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن دو تن از اعضای از آن در سوریه شد به یک مرکز استراتژیک اسرائیل در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق حمله کرد گفته شده بیشتر موشک به ویلای یک تاجر کرد که در بخش انرژی منطقه خود مختار مشغول به کار بود اصابت کرد یک مقام عراقی در این باره به خبرگزاری رویترز گفت رژیم ایران به دلیل خشم از مذاکرات انتقال گاز به اروپا که قرار است از طریق ترکیه و با کمک اسرائیل انجام شود و با انگیزه ممانعت از آن شهر اربیل را موشک باران کرد داستان سپاه سربازان جانی و مفتخور امام زمان دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بینظمی را بازداشت کردند روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات از بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بینظمی خبر داد به گزارش ایسنا اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات اعلام کرد دو فرد اروپایی که با هدف سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اخشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب بینظمی اجتماعی و بیثباتسازی جامعه وارد کشور شده بودند توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و بازداشت شدند دو عنصر اصلی از اطباع یک کشور اروپایی و سازماندهی شده توسط سرویس جاسوسی از متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و صباتی هستند که سالها در چندین کشور هدف تجربه اجرایی چنین سناریوهایی را به مأمورین محلی خود آموزش داده بودند. افراد موصوف بر اساس رهگیری های فرامرزی وزارت اطلاعات در تور اطلاعاتی هوشمند این وزارتخانه قرار گرفته بودند و از لحظه ورود به ایران تا زمان بازداشت کلیه برنامه ها و ملاقات های پنهان آنها پوشش های استفاده شده و خطوط عملیاتی مخرب انتقالی به برخی کانون های مرتبط من جمله تشکیل غیرقانونی موسوم به شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان تحت نظارت کامل امنیتی قرار گرفته و مستند شده است. توهین مجدد فائزه هاشمی به ائمه شیعیان فائزه هاشمی با توجه به ظلمی که جمهوری اسلامی به عباس امیر انتظام کرد او نماد مظلومیت است و نه امام حسین ما این همه از امام حسین نام بریم و مظلوم مظلومیت امام حسین ولی من اینا رو که با هم دیگه مقایسه میکنم میبینم اگر آقای امیر انتظام رو مظلومه و نماد مظلومیت ببینیم اصلا امام حسین رو نمیتونیم در چارچوب مظلومیت و و چنین نمادی مطرحش بکنیم خب به حال جریان امام حسین و کشته شدن ایشون در اون ایام عاشورا تاسوعا و عاشورا اینا در کلش مثلا یه روز دو روز سه روز دیگه نبود بیشتر اگر تمام تاریخ رو بخوایم مرور بکنیم حد اکثر بگیم ده روز مثلا حالا از چند روز قبل شروع شد این برنامه هاشون تا بالاخره رسید به اون جنگ و بعدم کشته شدن بعدم کشته شدن تو میدون جنگ بوده یعنی یه چیزی که به حال فرصت دفاع هم وجود داشته و یه متقابل بوده ولی آدم وقتی داستان آقای امیر انتظام و توش دقیق میشه چهل سال زندان یعنی بالاترین حد چهل سال زندان و با این شرایط و اون اتفاقاتی که برایشون افتاد و واقعا خیلی جای تاسف آیا تکرار مدل کره شمالی برای ایران امکان پذیر است پس از توقف و پیچیدگی در مذاکرات میان آمریکا و ایران پیرامون برنامه اتمی تهران مجددا صحبتهایی از تلاش جمهوری اسلامی برای نسخه برداری از مدل کره شمالی به گوش میرسد نسخه که مذکور به طور خلاصه این است که یک رژیم ضد مردمی و سرکوبگر برای ادامه بقا به تولید بمب اتم اقدام کند آنچه ایران را تشویق به تکرار تجربه کره شمالی میکند تهاجم روسیه پوتین به اوکراین و عدم مداخله کشورهای دیگر برای حمایت از کیف به علت دارا بودن بمب اتم توسط روسیه است جمهوری اسلامی کماکان به دنبال وقت کشی برای دستیابی به بمب اتم است اما آیا به چنین هدفی خواهد رسید از چنین منظری باید تأخیر و اطلاف وقت ایران برای بازگشت به مذاکرات اتمی به رغم اصرار و اشتیاق آمریکا جهت ادامه این مذاکرات را مورد بررسی قرار داد از نگاه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران اولویت اول رژیم است به همین دلیل گزینه تولید بمب اتم از سوی تهران با هدف حمایت سپاه بر روی میز گذاشته شده است چون این معادله اصرار ایران برای خروج سپاه از فهرست تروریسم ایالات متحده را توضیح می دهد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تمام اقدامات لازم برای احیای توافق هسته ای سال 2015 با ایران را انجام داد با اینکه دولت آمریکا طی مذاکرات تعدیل برخی بندهای برجام را خواستار شد اما اصرار جمهوری اسلامی بر شروط خود به روشنی از هدف تهران جهت تأخیر در مذاکرات و کسب زمان بیشتر حکایت داشت ایران با بهره برداری از نیروی نیابتی خود در منطقه بدون هیچ حد و مرزی به تحقق اهداف خود ادامه خواهد داد جمهوری اسلامی از اهرام عراق لبنان یمن و سوریه برای فشار و امتیازگیری استفاده می کند به طوری که در سوریه با روی کردی فرق گرایانه و مذهبی به تغییر بافت جمعیتی این کشور اقدام کرده است. ایران در تمام این کشورها تنشها را افزایش داده و همزمان برای تولید بمب اتم تلاش می کند. با این حال روی کرده تهران در سالهای اخیر به خروج فرایند نخبگان و فرار مغزها از کشور منجر شده است. این نخبگان و فرهیختگان پس از تحمیل نظریه ولایت فقیه از سوی آیت الله خمینی بر حاکمیت سیاسی ایران و تبدیل رهبر به حاکم حاکم مایشا و معصوم کشور خود را ترک کردند. افزون بر آن تحمیل چنین ایده و شرایطی بر ایران باعث تسلط کامل سپاه پاسداران بر کل کشور شد. هیچ افق روشنی از تغییر سیاستهای های رژیم جمهوری اسلامی درون کشور و منطقه وجود ندارد. بمب اتم که با هدف حمایت از حاکمیت و نفوذ سپاه در ایران قرار است تولید شود نمیتواند شرایط اقتصادی ایران را بهبود ببخشد تهران بر این باور است که با وجود بمب اتم و برونسازی بحران داخلی از طریق گروه های فرق گرای نیابتی چون حزب الله لبنان بقای رژیم تضمین خواهد شد رژیم ایران از سال 1979 با کمک ایالات متحده به حیات خود ادامه داده است جورج بوش پسر در سال 2003 عراق را دو دستی به ایران ایران کرد بوش با این اقدام کمک بزرگی به پروژه توسعه طلبی تهران از اراق کرد که طی 8 سال جنگ از 1980 تا 1988 برابر جمهوری اسلامی مقاومت کرده بود همکنون در واشنگتن مقامی وجود ندارد که تهدید پروژه توسعه طلبانه ایران در منطقه را درک کند به ویژه اگر چنین پروژه‌ای با تولید بمب اتم پشتیبانی شود دولت کنونی آمریکا خواهان پذیرش این نیست که مهمترین تهدید ایران از زمان امضای برجام در سال 2015 تا کنون تلاش همزمان جمهوری اسلامی برای گسترش نفرت پراکنی در منطقه و توسعه برنامه موشکی و پهپادی این رژیم است در صورت ادامه سردرگمی دولت آمریکا پیرامون چگونگی تعامل با جمهوری اسلامی منطقه شاهد ناامیدی تنشهای فزاینده و خرابیهای های بیشتری توسط ایران هسته ای خواهد بود در این حالت آیا آمریکا و اسرائیل چنین اجازه ای به ایران خواهند داد؟ دولت ایالات متحده که به بهانه مشکلات بزرگتری مانند شرایط داخلی رقابت با چین و بحران اوکراین اهمیت کمتری به پرونده ایران داده چه هدفی را از ادامه سیاست سهنگاری برابر ایران دنبال می کند؟ نگرانی های زیادی از روی کرده جدید آمریکا در منطقه به ویژه پس از خروج از افغانستان و سپردن سرنوشت مردم این کشور به نظام قرون وستایی طالبان به وجود آمده است چون این روی کردی نشان داد که آینده مردم افغانستان برای دولت آمریکا از هیچ اهمیتی برخوردار نیست با این وجود مدل کره شمالی برای ایران به دلایل متعددی نمیتواند گزینه قابل اتکایی برای آینده بلند مدت باشد اولین اینکه اتمی شدن ایران باعث شکل گیری مسابقه اتمی در منطقه خواهد شد واکنش ترکیه چه خواهد بود مصر چه خواهد کرد دیگر کشورهای منطقه چه واکنشی نسبت به تهدید ایران اتمی از خود نشان خواهند داد دوم که کره شمالی مانند ایران نیروهای نیابتی خارج از کشور خود ندارد جمهوری اسلامی به وضوح دارای برنامه توسعه طلبانه منطقه است و همین امر اتمی شدن ایران را با موانع بیشتر و در عین حال خطرناکتر می کند و سوم که بمب اتم نمی تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود اگر بمب اتم و موشک توانایی چنین کاری را داشت شاهد سقوط و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نمی بودیم آیا کس کسی در تهران هست که از تجارب دیگر ملل بیاموزد و متوجه شود که سپاه پاسداران و به دنبال آن بمب اتم پیش از هرکس فاجعهای برای مردم ایران و سپس برای کل منطقه است